مجله فرانسوی شارلی ابدو در شماره جدیدش بار دیگر کاریکاتورهای مهم و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را منتشر کرده است. نسخه الکترونیکی شماره جدید شارلی ابدو که کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام روی جلد آن نقش بسته، از ظهر روز سه‌شنبه در دسترس قرار گرفته. سردبیر شارلی ابدو مدعی شده که بازنشر این کاریکاتورها برای یادآوری این بوده که این نشریه از دفاع از آزادی بیان دست نکشید. این مجله تنزی پیش از این در سال 2015 میلادی به دلیل انتشار کاریکاتورهای مهم به پیامبر اسلام هدف حمله گروهی قرار گرفته بود. دو برادر سعید و شریف کواشی مسلحانه به دفتر این نشریه حمله بردند و 12 نفر از جمله سردبیر را کشتند. برای بررسی بیشتر این خبر هم‌اکنون آقای محمد جواد محدثی، آگاه روابط بین الملل، را از طریق اسکایپ با خود داریم. عرض سلام دارم حضور شما آقای محدثی. پس از جنجال هایی که 5 سال پیش برای شارلی ابدو پیش آمد، چرا در غرب اقدامات لازم اسلام هراسانه افزایش داشته و اهدافشان چه هست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که بحث اسلام هراسی در دنیای غرب علل و عوامل مختلفی را میتونه داشته باشه که به این آسانه ها قابل به اصطلاح برچیده شدن نیست، بلکه ممکنه روز به روز گسترش پیدا بکنه. یکی از او عواملی که در بحث اسلام حراسی یا خلاصه اسلام ستیزی وجود داره، عوامل تاریخی اسلام حراسی هست که سابقه خشونت که بین دنیای مسیحیت و اسلام وجود داشته میتونه به عنوان عوامل تاریخی محسوب شود در بحث اسلام حراسی که به قرن 8 میلادی برمیگرده. چون به عقیده غربی ها، یعنی هم آمریکایی ها و هم اروپایی ها، اسلام چند بار تانسته غرب را به چالش بکشه در جنگ های صلیبی، توسعه امپراتوری عثمانی و رشد اسلامگرایی و حضور مسلمانان در اسپانیا، در بیزانس. اینا همه به اصطلاح باعث از این شده که یک نوع ترس یا حراس از رشد اسلام و مسلمانان و آموزه های اسلامی در دنیای غرب و در میان نخبگان فکری و سیاسی دنیای غرب به وجود بیاید. و بعد از این که بالاخره در اواخر قرن 20 اسلام تانسته یا جهان اسلام هویت خودش را تا حدودی را به اصطلاح پیدا بکنه یا بازیابی بکنه هویت خودش را، با یک سری تحولاتی که رخ داد، مانند تحولاتی که در ایران به وجود آمد و اینا باعث شده که بحث اسلام حراسی به لحاظ تاریخی یا در بعد تاریخی شتاب بیشتری را پیدا بکنه، با توجه به عموم سابقه تاریخی که حالا یا ترسی که از گذشته رشد اسلامگرایی یا مسلمانان و فعالیت های از اینا داشتن، بحث اسلام حراسی را در محافل متعدد و در میان چهره های سیاسی و نخبگان فکریشان بیاین بالاخره دامن بزنه. این یک عامل. عامل دیگر میتونه بحث جمعیت و مهاجرت و تقابل فرهنگ ها محسوب شود که در این راستا هم خدمتتون عرض کنیم که جامعه غربی با تئوری اجتماعی چند فرهنگی و هویت سیاسی روبرو شده و فعلا مجبور شده متفکران غربی که دست بزنه به به اصطلاح بیگانه حراسی و عدم پذیرش فرهنگ های بیگانه، و از این جهت یک حساسیت های را هم خدمتتون عرض کنیم در بین توده ها و در بین مردمشان به وجود بیارن و مهاجرینی که حالا بیشتر مسلمان ها در دنیای غرب یا اروپا و اینا را تشکیل میده، یک نوع به اصطلاح ترسی از اونا داشته باشه و این مهاجرت هایی که صورت گرفته یک حراسی را در میان توده های دنیای غرب و همچنین در بین نخبگان فکری و سیاسی جامعه غرب
ایجاد کنه. و عامل دیگری به نظر ما بحث غیریت سازی هست که این هم میتونه در اسلام حراسی که در دنیای غرب به اصطلاح وجود آمده یا داره شدت بیشتری را پیدا میکنه، این هم خودش به عنوان یک از عوامل دیگر تلقی میشه که بر این اساس یعنی بعد از جنگ جهانی دوم به نظر ما دنیای غرب سیاست ها و اهداف خود را در جهان در راستای مقابله با نفوذ کمونیسم و شوروی سابق که تا حدودی را سر و سامان میداد، امروزه بحث اسلام را یعنی دیگه بحث نفوذ کمونیسم یا گسترش کمونیسم مطرح نیست، لذا بحث اسلام را و اندیشه ها و باورهای اسلامی را مطرح میسازند و یک نوع غیریت سازی را در میان جوامع غرب ترویج میکنه تا از این طریق بتانه مانع گسترش اسلام و آموزه های اسلامی در آقای مهندسی، دولت فرانسه اقدام اخیر شارلی ابدو را تاکنون محکوم نکرده و ایران نشان میده که دولت های غربی به گونه از اقدامات اسلام حراسانه حمایت میکنند. حالا واکنش مسلمانان در این رابطه چه میتونه باشه؟ من فکر میکنم که مسلمانان متاسفانه بر اساس اونمو یک به اصطلاح گسستی که در میانشان وجود داره و یک بالاخره رویکرد واحدی در بین مسلمانان و حتی نخبگان مسلمان و رهبران سیاسی جوامع اسلامی وجود نداره، خیلی انتظار نمیره که یک واکنش را به صورت قاطعانه در برابر از این اقداماتی که در دنیای غرب صورت میگیره در برابر اسلام و ارزش‌های اسلام موزه های اسلامی از خود نشان بدن. به صورت پراکنده ممکن است کشورهای اسلامی مثلا ایران و یا برخی از کشورهای دیگری که حالا دایره دار اسلام و موزه های اسلامی هستند واکنش های را ممکن ما شاهد باشیم، ولی این که بتانه تأثیر گذاری داشته باشه در برابر ماتی که در دنیای غرب صورت میگیره، من فکر کنم بر اساس اون ما هم پاشیدگی و سستی که در میان مسلمان متاسفانه وجود داره خیلی انتظار نمیره که یک تأثیر گذاری خاصی را بتانه در نسبت به تغییر در روی کرد و اقدامات کشورهای غربی و حتی سیاسیون و مخبگانشان ایجاد شد. تشکر. جهانی سپاس از اشتراک شما در این گفتگو. آقای محمد جواد محدثی، آگاه روابط بین الملل.